داستان‌های فارسی. چوپان دروغگو. این داستان پسر کوچیکیه به نام کریشنا. اون با پدرش در دهکده کوچیکی زندگی می‌کرد. کریشنا و پدرش هر دو چوپان بودن و زندگیشون رو از راه چراندن گاوها می‌گذروندن. اما کریشنا خیلی بدجنس بود. کریشنا هر روز دردسر جدیدی درست می‌کرد. خب، حالا امروز باید چی کار کنم؟ چرا هیچ کسی اینجا نیست؟ حالا باید با کی شوخی کنم؟ نباید روزم خراب شه. خیلی حوصله‌ام سر رفته. زود باش دیگه، به چیزی فکر کن. زود باش. آره، درست در همون لحظه پدر کریشنا از راه رسید و با دیدن اون تعجب کرد. چه اتفاقی افتاده کریشنا؟ چرا اینجا وایسادی؟ ها؟ هیچی پدر، فقط داشتم فکر میکردم چی کار میتونم انجام بدم. که اینطور، میتونی یه کاری انجام بدی. امروز حالم خوب نیست. چرا گاوا رو نمیبری توی علفزار نزدیک جنگل تا چرا کنن؟ زود باش برو. حتما پدر، امروز میبرمشون. ببین گوش کن، باید خیلی مراقبشون باشی، وگرنه گرگ میاد و همشون رو میخوره. فهمیدی چی گفتم؟ مراقبشون هستم پدر، نگران نباش. خب دیگه وقتشه، باید گاوا رو ببرم به چرا. با اینکه کریشنا پسر بدجنسی بود، اما همیشه هر کاری که پدرش از اون میخواست و انجام میداد. بنابراین همونطور که پدرش خواسته بود، گاوها رو باز کرد و اونها رو برای چرا به جنگل برد. در یکی از دستاش یه تیر کمون چوبی بود و در دست دیگرش یه چوب بلند. طولی نکشید که کریشنا و گاوهاش به علفزار نزدیک جنگل رسیدن. کریشنا درخت بزرگی رو دید که درست در وسط علفزار قرار داشت. آهسته بالا رفت و روی اون نشست و مشغول بازی با تیر کمون چوبی شد و روی زمین سنگ پرتاب میکرد. اما طولی نکشید که خسته شد و حوصله‌اش سر رفت. ناگهان حقه‌ای به ذهنش رسید. با خودش فکر کرد چطوره که کمی سر به سر اهالی دهکده بذاره. کمک! کمک! ببر اومده! کمک! کمکم کنید! ببر! ببر اومده! کمک! کمکم کنید! ببر اومده! میخواد گاوامونو بخوره! کمکم کنید! کمک! اهالی دهکده با شنیدن صدای فریاد اون وحشت کردند. اوه نه، کریشنا در خطره. باید همین الان بریم، وگرنه ببر اونو میکشه. از اون طرف زود باشید بریم. آره، باید فوراً بریم. وای، ببر اومده. بریم کمکش کنیم. همه با هم به سمت جنگل دویدن و هرچه میتونستن رو برداشتن تا با اون حمله کنن. اهالی دهکده که سخت مشغول کار بودن، همگی کاراشون رو رها کردن و به سمت جنگل دویدن تا کریشنا رو نجات بدن. همین که رسیدن، کریشنا، ای باب کجاست؟ صدمه دیدی؟ کریشنا کجایی؟ نگران نباش کریشنا، ما اینجاییم. فقط بهمون بگو که ببر کجاست. باشه، بگو ببینم ببر کجاست. آره، ببر کجاست؟ کجاست؟ بهمون بگو. ببر؟ کدوم ببر بابا؟ هیچ ببری اینجا نیست. پس چرا داشتی فریاد میزدی؟ ببینم، ما رو سر کار گذاشتی؟ پس چرا داشتی فریاد میزدی؟ دیگه هیچ وقت این کار رو نکن. هیچ وقت شوخی نکن. همه ما کارمونو ول کردیم تا تو رو نجات بدیم. کافیه کریشنا، شوخی های تو برامون درد سر درست کرده. کافیه، دیگه هیچ وقت نمیام نجاتت بدیم، فهمیده؟ خیلی عصبانی نشیم. باشه، دیگه هیچ وقت این کارو تکرار نمی کنم، قول میدم. کریشنا نمیتونست جلوی خندش رو بگیره. تمام اهالی دهکده با عصبانیت به کارشون برگشتن، اما کریشنا از کاری که کرده بود خیلی خوشحال بود. روز خیلی خوبی بود. بیچاره مردم دهکده خیلی ترسیده بودن. اون روز گذشت و کریشنا با همه گاوهاش به خونه برگشت. روز بعد دوباره گاوهاشو به چرا برد و باز هم تصمیم گرفت که همون حقه دیروز رو تکرار کنه. کمک! کمک! ببر اومده!
داره همه گاوامو میخوره. یکی به دادم برسه. ببر اومده. کمکم کنید. یک بار دیگه اهالی دهکده صدای فریاد کریشنا رو از جنگل شنیدن. اونهایی که از حقه کریشنا خبر نداشتن ترسیدن و به سمت جنگل دویدن تا به اون کمک کنن. کریشنا در خطری. بیاین بریم نجاتش بدیم. آره طفلکی بچه یه بیچاره چطوری میتونه از پس ببر بر بیاد؟ باید کمکش کنیم. باید کمکش کنیم. آره آره امیدوارم که حالش خوب باشه. یه بار دیگه اهالی دهکده که از همه جا بی خبر بودن برای نجات کریشنا به سمت جنگل دویدن. اما همین که به جنگل رسیدن کریشنا رو دیدن که با خیال راحت روی درخت نشسته و داره میخنده. قیافه‌هاشون رو نگاه کن. چه اتفاقی براتون افتاده ها؟ هیچ ببری که اینجا نیست. پس چرا اینقدر فریاد میزدی؟ هیچ ببری اینجا نیست. چه جالب. تو چه شده نمیخوای دست از این کارات برداری پسر؟ پس کی میخوای بزرگ شی؟ این کارا درست نیست کریشنا. چیه تو بیکار باشه اما ما نیستی؟ چرا اینقدر برای بقیه درد سر درست میکنی کریشنا؟ این عادلانه نیست. یه روز سزای این کارتو میبینی کریشنا. ما برای نجات تو اومدیم. تو اینجوری جوابمونو دادی. دیگه هیچ وقت نمیایم نجاتت بدیم. آره دیگه هیچ وقت برفش گوش نمی کنیم. چرا داریم بر میگردیم بابا؟ حالا به ببره چی بگم من؟ اهالی دهکده وقتی دیدن کریشنا داره میخنده حسابی از کوره در رفتن. سر کریشنا فریاد زدن و از اونجا رفتن. این کار دیگه برای کریشنا عادی شده بود. هر روز به علفزار میرفت و فریاد میزد و کمک میخواست. حالا دیگه اهالی دهکده حقش رو خوب فهمیده بودن اما باز هم هر روز به کمکش میرفتن. اما روزی شانس با کریشنا نبود. فردای اون روز که گاوهاشو برای چرا برد ببر اومد. اونم نه یه ببر، چند تا ببر. کریشنا فریاد میزد و کمک میخواست. ببر اومده ببر، خواهش میکنم باور کنید. اونا حمله کردن. اما این بار هیچ کس به کمکش نرفت. هیچ کس به فریادش گوش نداد. کریشنا اونجا نشسته بود و فریاد میزد. ببر اومده باور کنید. خواهش میکنم حرفمو باور کنید. ببر حمله کردن. کمکم کنید. اونا حمله کردن. خواهش میکنم کمکم کنید. خواهش میکنم. ببر حمله کردن. خواهش میکنم. خواهش میکنم کمکم کنید. کار هر روزشه. همین فریادش علکیه. دیگه نباید بی خود وقتمون رو تلف بکنیم. حق با تو. دیگه نباید بریم اونجا. دیگه نباید بریم اونجا. دوباره داره شوخی میکنه. آره موافقم. دوباره داره شوخی میکنه. هیچ کس نره اونجا. منم موافقم. بیایید برگردیم سر کارمون. فایده ای نداره وقتمون رو تلف کنیم. کریشنا به فریاد زدن ادامه داد و کمک خواست ولی هیچ کس به اون توجه نکرد. ببرها یکی یکی به همه گاوها حمله کردن و همه اونها رو خوردن. کریشنا کاری از دستش بر نمی اومد و بالای درخت نشسته بود و فریاد می زد و فریاد می زد. همه گاوهاشو از دست داده بود. طولی نکشید که پدر کریشنا از ماجرا با خبر شد و با نگرانی به سمت جنگل دوید. چی کار کردی کریشنا؟ این گاوا تنها راه درآمدمون بودن. حالا همشون خورده شدن کریشنا. بگو ببینم حالا از کجا پول در بیاریم؟ حالا چی بخوریم؟ من همیشه از شیطنتات چشم پوشی کردم اما این بار دیگه باید بگم زیاد روی کردی. حالا بگو ببینم باید با چی کار کنم ها؟ بگو. منو ببخشید پدر، اشتباهی خیلی بزرگی کردم. خیلی متاسفم. دیگه هیچ وقت برای بقیه دردسر درست نمی کنم. دیگه هیچ وقت دروغ نمی گم پدر. خیلی متاسفم. و به این صورت کریشنا سزای کارش رو دید. قبول دارید که کار اشتباهی کرده بود؟ بله. پس بگو ببینم امروز چی یاد گرفتی؟ ها؟ یاد گرفتیم که هیچ وقت نباید دروغ بگیم. هر وقت که دروغ بگیم یه چیزی رو از دست میدیم.
درسته. هر وقت که دروغ بگیم اعتماد بقیه رو از دست میدیم. اونا فقط یه بار دروغ ما رو باور میکنن و اگه روزی واقعا بهشون نیاز داشته باشیم دیگه بهمون کمک نمیکنن. برای همین همیشه باید صادق و راستگو باشیم.